بسم الله الرحمن الرحیم دکتر مریم پسنده هستم مدرس دانشگاه و امروز در خدمت شما هستم با موضوع اصول و فنون پذیرایی و تشریفات مختص کارکنان تشریفات، خدمات و کارکنانی که در سازمان ها و سیستم ها چنین مسئولیتی رو بر عهده دارن. خب مسلما شاید این نکته برای همه ما سوال بشه که آیا اهمیت این مسئله و موضوع اونقدر زیاد هست که یک آموزشی رو بخوایم در اختیار چنین افرادی قرار بدیم و آیا این نیروها اونقدر نیروهای خاص باید باشند که در گزینش اونها همه سازمانها باید توجه ویژه‌ای داشته باشند در ادامه درسمون به این نکات توجه داشته باشید و ما حتما به این نکات کاملا تاکید می‌کنیم که این اهمیت رو بیش از پیش همگی متوجه بشیم. در مورد اهمیت نیروهای خدمات در شرکت ها و مؤسسات مهمتر از اون میتونیم در خصوصش این رو بگیم که نزدیکترین افراد از لحاظ مکانی به مدیران نیروهای خدماتی هستند. چرا که اونها هستند که روزانه از ابتدای صبح با مدیران ما در ارتباطن از چای آوردن پذیرایی کردن از مهماناشون پذیرایی کردن و هزاران موضوع دیگه ای که روزانه یک مدیر شاید کارکنان خودش رو اصلا نبینه یا شاید یک بار فقط برای رفت آمدش اونها رو ببینه اما نیروی خدماتی که داره به سرویس دهی میکنه به مدیر مربوطه دائما و شاید تعداد بسیار بالایی در کل روز با مدیر ارتباط خواهد داشت پس اهمیت اون رو در همین ابتدای ام هم در این نکته میتونیم کاملا محرز باشه و دیده بشه نیروی خدمات یا نیروی تشریفات از اونجایی که خب رفت و آمدش در اتاق مدیران در اتاق جلسات به واسطه پذیرایی که داره انجام میده بسیار زیاد هستش مسلما خب گوش شنوایی خواهد داشت اینطور نیستش که فرد گوشاشو بگیره و بره توی پذیرایی و اینها مسلما میتونه منبع اطلاعاتی خیلی بالایی باشه وقتی که شما در یک جلسه ای که شاید حتی جلسه محرمانه باشه ورود پیدا می کنین پذیرایی چای دارید میوه دارید یا هر نوع پذیرایی دیگه ای مسلما یک عالم اطلاعاتی رو خواهید شنید که کارمندای معمولی نخواهند شنید پس اینکه یک نیروی خدمات کاملا یک فرد رازدار و مورد اعتماد باشه اهمیت ویژه این نیروها رو در سازمان ها بیشتر نشون میده و همینطور ما داریم میریم جلوتر در این خصوص باز هم در مورد اهمیت این نیروها صحبت خواهیم کرد خب وقتی که نیروی خدمات منبع اطلاعاته یعنی چی یعنی اینکه شما وقتی میری میزی رو تمیز میکنی کلی نامه میبینی اونجا چشمات هم نمیتونی ببندی پس مسلما اونجا هم نگاه میکنی کلی از مطالب رو ممکنه ببینی حتی روی میز کارمندا رو وقتی داریم نظافت میکنیم وقتی داریم رفت آمد میکنیم وقتی داریم باهاشون صحبت میکنیم حتی گاهی اوقات وارد اتاق مدیری میشیم که میبینیم داره با همسرش با یه فرد خصوصی زندگیش داره صحبت میکنه ممکنه قسمت های از صحبت ها یا گاهی اوقات شاید مشاجره فرد رو متوجه بشیم پس اینکه نیروی خدمات یک منبع اطلاعات رو میتونیم به این واسطه بیشتر متوجهش باشیم و بشناسیم یک نیروی خدمات اگر خیلی ناشیانه رفتار کنه میتونه کاملا روی اون سازمان و روی افرادی که در اون سازمان هستن تاثیر گذار باشه منی که دارم میام وارد یک سیستم میشم یک ساختمون اداری یک سازمان میشم شاید در ابتدای ام که نشستم منتظر این هستم که وارد اتاق جلسات بشم یا ملاقاتی که دارم رو صورت بگیره اولین نفری که میاد جلوی من چای میذاره یا با من سلام علیک میکنه نیروی خدماتیه و در ناخودآگاه ما انسانها اولین برخوردها مؤثرترین برخوردها رو میسازه این نیروی خدماته که با روی خوش یا روی گشاده که میاد از من پذیرایی میکنه میتونه تأثیر گذار باشه در ناخودآگاه من و اگر من فردی باشم که اومدم یه صحبت جدی در اون سازمان داشته باشم قراردادی رو امضا کنم یا در مورد یک موضوع خیلی مهم صحبت کنم بدون اینکه متوجه بشم همون نیروی خدماتی در روی من تاثیرگذار خواهد بود و برخورد این فرد میتونه در سیستم ناخودآگاه من در ذهن ناخودآگاه من تاثیرگذار باشه و حتی نگاه من رو به اون سازمان تغییر بده وقتی من در ابتدای ام وقتی وارد شدم نگاه میکنم می بینم که یه نیروی خدماتی این سازمان اونقدر خوب آموزش دیده اونقدر خوب بلده چجوری صحبت کنه آداب معاشرت خوبی رو خواهد داشت مسلما به اینکه اون سازمان همه چیش روی نظمه روی اصول هستش در وجود من تاثیر میذاره وقتی نگاه میکنم اونها حتی در گزینش نیروهای خدماتشون انقدر اهمیت قائل شدن پس در بقیه چیزها اعتماد من رو بیشتر جلب میکنن و بهتر میتونم در این خصوص ورود کنم و بهتر میتونم در مورد اعتماد قرار بگیره اون سازمان برای منی که میخوام اونجا حالا به هر شکلی فعالیتی رو داشته باشم اما در مورد ایجاد انگیزه اینکه کار کنان، وقتی شما یک نیروی خدماتی داری که روزت رو با وجود اون شروع میکنی وقتی وارد یک کارمندی که حالا به هر علتی روز سختی رو داشته یا شب سختی رو داشته و امروز اومده محل کارش وقتی یک نیروی خدمات میاد با روی خوش با یه سلام بلند با یه حال خوب با یه حس خوب چای رو میذاره جلوی شما ناخداگاه اون فرد روی شما تاثیر گذاره شاید بقیه دوستان بقیه همکارانی که توی اون اتاق هستن اونقدر مؤثر نباشن چرا که شما حتی خوراکی یا هر چیزی که توسط یک نیروی خدمات به شما داده میشه انرژی درونی احساسی و مثبت اون فرد در اون حس شده و گذاشته شده پس اونقدر نیروی خدمات میتونه اهمیت ویژه‌ای داشته باشه که گاهی اوقات ما حتی میگیم که یک روز کارمند رو میتونه به اشتباه نابود کنه یک نیروی خدماتی وقتی شما اول صبح با یه روی خیلی خسته داغون کر و یک نیروی خدماتی روبرو بشی و وقتی که میاد یه چایی بذاره جلوت نگاه میکنی میبینی که یه چایی بدرنگ با یه استکان و لیوان لب پریده یا زرد شده برای شما گذاشته ناخداگاه عصبانیتت اوج میگیره و خیلی جالبه اگر من در این خصوص اونقدر بخوام موشکافانه برم جلو شاید هیچ وقت به این مسئله به این ریزی نگاه نکرده باشیم که یک نیروی خدمات میتونه حتی روی امضا کردن ما روی تصمیم گیری های روزانه ما و بعد حتی در اینکه ما از روابطی که در اجتماع خواهیم داشت با همکارا خواهیم داشت از اون فراتر وقتی خارج میشیم از محل کار در رانندگی ما در فضایی که حالا یا با فضایل عمومی میریم یا در رانندگی ما تاثیر گذاره یعنی شاید تا این حد به این موضوع فکر نکرده باشیم شما وقتی با روی خوش یک نفر روبرو میشی گاهی اوقات تمام قمه و رو کنار میذاری گاهی اوقات انقدر احساس خوبی به اون چایی که داری می نوشی به اون نسکافهی که داری می نوشی از دست فردی که پر از انرژی بوده پر از احساس بوده پر از عشق بوده که اومده به شما داره خدماتی رو می رسونه ناخداگاه شما این رو می پذیره و تأثیر گذار خواهد بود پس برعکس این موضوع هم صدق می کنه که من نوشتم نابود شدن روز کاری یک کارمند حالا اگر این کارمند یک فرد تصمیم گیرنده باشه یک مدیر باشه یک مسئول باشه اگر بخواد در اون روز تصمیم گیری های خاصی رو داشته باشه یک نیروی خدمات با یه رفتار ناشایست و اشتباه خودش میتونه اون روز فرد رو و تصمیماتی که میگیره که ممکنه تصمیماتش تبعات اجتماعی داشته باشه یعنی شامل 20 نفر کارمند باشه 20 نفر زیر مجموعه باشه تاثیر گذاره پس سازمان‌های ما به شدت باید روی کارمندهایی که افرادی که برای پذیرایی خدمات و هر گونه خدمات رسانی که در سازمانها دارند انتخاب فرد رو باید خیلی خیلی خواستر موشکافانه تر و افرادی رو انتخاب کنن که افراد شایسته این کار باشن و هیچ فقط ما نباید این افراد رو کم ببینیم یا اینکه بگیم خب یه کار خیلی معمولی دارن انجام میدن وقتی در ادامه میام در مورد اینکه چه اصولی رو یک نیروی خدمات باید رعایت کنه در مورد صحبت میکنم متوجه میشید که شاید جزئی ترین چیزها که ما بهش توجه نداریم هر کدومش یک آداب داره اصول داره و وقتی که این اصول رعایت میشه کلی میتونه تأثیر گذار باشه روی روند اون سازمان و عملکرد اون سازمان به طور کلی در قسمت قبل هم یک اشاره ای رو داشتم که ارتباط بیواسطه نیروهای خدمات با ارباب رجوع و میهمانانه من به عنوان یک کار من شاید وقتی میخوام وارد اتاق مدیر بشم حتما باید اجازه بگیرم شاید وقت قبلی بگیرم ولی یه نیروی خدمات وقتی مهمانی میاد وقتی ارباب رجوی میاد ناخداگاه چون جزوه وسایفش هستش باید بره پذیرایی کنه و بیواسطه با فردی که اولین بار وارد اون سازمان شده ارتباط برقرار میکنه گاهی اوقات نیروهای خدماتی داریم که هنوز در ابتدایی ترین ارتباطی که با ارباب رجوع برقرار میکنن میان کلی از موضوعات و مسائل اون سازمان رو میریزن رو دایره یعنی افشا میکنن حقوقمون کمه مشکل داریم ای بابا ما هم داریم به زور اینجا کار میکنیم همین ها میتونه روی اون ارباب رجوع و اون نفری که اومده به عنوان مهمان در اون سازمان تاثیرگذار باشه پس خیلی مهمه که فردی که من این رو انقدر تاکید کنم تا آخر درسم که متوجه اهمیت نیروهای خدمات و گزینش این افراد مدیران و افرادی که تصمیم گیرنده هستند باشند. خب شما وقتی وارد یک سازمان میشید میبینید که همه چی داره با پرستیژ بین المللی جلو میره. وقتی دارید نگاه میکنید حتی نوع پذیرایی، طرز لباس پوشیدن، آداب رفتاری یک نیروی خدماتی و تشریفاتی اون روی اصولی ترین موضوعات و مسائلیه که توی بین الملل در تمام کشورها به یه شکل داره اجرا میشه متوجه این میشید که این سازمان سازمان درست درمونیه. و میتونید به راحتی اعتماد کنید و این بالا رفتن پرستیژ تمام افراد اون سازمان رو در بر خواهد داشت وقتی که یک نیروی خدمات کاملا دانا و آداب معاشرت دان رو شما وقتی روبروی افرادی که اولین بار وارد سازمان میشن قرار میدید ناخداگاه اون نسبت به همه سازمان مؤثر و در واقع مورد اعتماد و خواستر میشه پس پرستیژ تمام افراد محصولات خدمات یک سازمان رو ما میتونیم با نیروهای خدماتی که آموزش دیدن کاملا بالا ببریم و داشته باشیم خب تا اینجا فکر میکنم اهمیت موضوع رو کاملا متوجه شده باشیم ادامه مطلب رو در ویدیو بعدی با هم دیگه در خدمتتون تو هستیم در ویدیو قبل در مورد اهمیت نیروهای خدمات توضیح داد. از اینجا به بعد میخوایم ببینیم که این نیروی خدماتی که قراره اینقدر اهمیت ویژه‌ای در آیه سازمان داشته باشه چه خصوصیاتی رو باید داشته باشه چه کارهایی رو باید بدونه چه چیزهایی رو باید رعایت کنه خب مسلما اولین چیزی که در ابتدایی ترین برخورد هر انسانی با یک نفر دیگه برخوردی که اتفاق میفته ظاهر افراده در واقع ما هنوز هیچ ارتباط کلامی با همدیگه برقرار نکرده باشیم اما ظاهر ما به نوعی گویای خیلی از چیز هاست و این آراستگی ظاهری ناخداگاه حتی هیچ کلامی هم رد و بدل نشه میتونه قسمت زیادی از نوع شخصیت و رفتار ما رو در واقع به نفر مقابلمون نشون بده پس یک نیروی خدماتی به شدت مهمه و اهمیت بسیار زیادی داره که یک آراستگی ظاهری خیلی خوبی رو داشته باشه. اگر یونیفرمی داره، اگر لباس فرمی رو باید توی ادارات به بعضی از ادارات کاملا یونیفرمای خاص خودشون رو دارن میپوشن کاملا باید تمیز و اتو کشیده باشه. اگر لباس شخصی خودش کاملا تمیز و اتو کشیده مرتب و اینکه کاملا آراسته و بدون هیچ گونه لک و کثیفی و این چیزها باشه و ترجیحا نیروهای خدمات با توجه به اینکه با خوراکی ها با مواد غذایی در ارتباط هستند بهترین حالت ممکن اینه که لباس های روشنی رو بپوشن چون بلا فاصله کسیفی لباس مشخص بشه و برای رفع اون اقدام کنن. از پوشیدن لباس های تیره و لباس هایی که کاملا شاید مدت ها کسیفی خودش رو نشون نده باید خودداری بشه. پس لباس فرمی که می پوشن به شدت قابل اهمیتی که تمیز باشه، دکمه های مرتبی داشته باشه، باید آراستگی اون لباس رو کاملا توی آینه ببینن اتو کشیده خط اتو. اینکه حالا یه نیروی خدمات مهم نیستش حالا هرچی هم پوشید پوشید نداریم به خاطر اینکه ما همه هدفمون اینه که با آموزش دادن نیروها و کارکنان خدماتیمون بتونیم پرستیژ سازمانمون رو به خوبی نشون بدیم اگر جلیقه میپوشه نیروی خدماتی حتما باید دکمه های اون بسته باشه کمربند شلوار جوری نباشه که شل باشه یا ش... زیر شکم آویزون باشه یا اینکه به هر حال به نوعی باشه که دیده بشه و زشت قرار بگیره. اگر کت میپوشه حتما یقه کت باید صاف و مرتب باشه. اگر پیرهنی رو زیر کت داره این پیرهن باید یقه ایستاده داشته باشه بعضی ها لیز میخوره یقه میره زیر کد و خیلی نمای زشتی رو برای خودش درست میکنه پس این هم بسیار اهمیت داره که در نیروی خدمات یک لباس شکیل مرتب خط اتو شده و کاملا روشن و ترتمیز باشه خب شاید انقدر جزئی به این موضوع تا حالا نگاه نکرده باشیم که حتی جوراب‌های های فردی که یک نیروی تشریفاته یک نیروی خدمات اهمیت داره که جوراب‌ها ها باید کاملا بهتره که توی اصول بین المللی اینه که همرنگ کفش باشه و ترجیحا تیره باشه علا رقم این که ما گفتیم لباس و فرم بهتر روشن باشه اما جوراب توی اصول بین المللی بهتری که مشکی باشه و تیره باشه اگر رنگی لباس های مثلا گاهی اوقات قهوهی یا توسیه خب با هم کفش بودن اشکالی نداره اما سعی کنیم از جوروب استفاده کنیم که کش شل شده و افتاده و خیلی ظاهر بدی رو پیدا نکنه آستین کتها و پیرهن باید تمیز باشه شما با دست داری چای میذاری جلوی میهمان جلوی ارباب رجو اینکه شما کاملا آستیناتون درست باشه تمیز باشه لبه آستینا چرک تاب نشده چرک مرد نشده باشه دکمه هاش درست بسته شده باشه خیلی اهمیت داره شما شاید یه چایی بسیار تمیز با فنجون بسیار مرتب جلوی مهمان بذارید ولی دست شما و آستین شما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در اون چایی که شما گذاشتید یکی از چیزهایی که در تمام پرستیژ لباس آقایون به خصوص داره اهمیتش رو خیلی بیشتر نشون میده اتوی شلواره اتو کشیده بودن خط اتو داشتن شلوارها و اینکه شلوار نه بیش از حد کوتاه باشه نه خیلی بلند باشه که زیر کفش قرار بگیره خیلی اهمیت داره تقریبا شلوارها باید تا زیر قوزک پا یا روی کفش بیفته و این قشنگ ترین حالت ممکنه که روی لباس فرم ما میتونیم اون رو داشته باشیم کفش ها بسیار اهمیت داره کفش براق واکس خورده قدیما خیلی روی این موضوع همه اهمیت ویژه ای میدادن که میگفتن برق کفشش خط اتوی شلوارش روی این موضوع خیلی تاکید داشتن و همچنان این تاکید در همه جا وجود داره همیشه سعی کنیم در هر جایی که هستیم در محل کارمون توی ماشینمون موقعی که داریم از خونه خارج میشیم به واکس کفش و براق بر بودن کفشمون خیلی اهمیت بدیم و تمیز نگه داریم هم از نظر اینکه این کفش ها دیرتر آسیب میبینه و هم اینکه به هر حال ظاهر شکل داره بعضی از آقایون عادت دارن خیلی وقتا که خسته میشن یا میخوان برن حالا دست و صورتی رو آب بزنن پاشنه کفششون رو میخوابونن به مرور زمان پاشه کفش خوابوندن که اصلا بسیار زنند است در محیط کار به مرور زمان هم به کفش آسیب میزنه و یک شکل کج و ماوجی رو ایجاد میکنه و همین که فرد رو از اون پرستیجی که داره کاملا میاره پایین و کفش رو کاملا به بدترین شکل ممکن میتونه نمایان کنه پس بسیار مهمه که کفشی که استفاده میکنید یک کفش فرم کاملا واکس خوره ترتمیز و پاشنه اون رو هم هرگز نخوابونید. اگر برچسب نام دارید خیلی مهمه که برچسب نام اصولا سمت چپ زده میشه و حتما هم باید صاف باشه یه جوری زده نشه که روی لباس کج و ماوج باشه یه جوری میچرخه بعضی یا سنجاقی که میزنن نمیدونم باعث میشه پیرهنشون سوراخ بشه همه اینها میتونه ظاهر ناخوشایندی رو برای ما درست کنه بهترین حالتی که ما سوزن این پیرهن رو خراب نکنه سوزن اسکس هایی که روی فرم هستش اینه که از پشت اون یه تیکه پارچه یه تیکه دستمان کاغذی یه تیکه کاغذ یا گاهی اوقات یه لایه چسبی رو بچسبونیم و این سوزن ها کمتر باعث بشه که آسیب ببینه پیرهن ما ضمن اینکه قشنگتر و محکمتر هم درست میشه اینم یه نکته بود که گفتم اینجا بگم بد نیست خب همین پوشش حالا ممکنه خیلی ترتمیز اتو کشیده و درست حسابی باشه اما لباس تنگ کوتاه یا برعکس لباس گشاد و بلند اصلا قابل تحمل نیست و هم ظاهر فرد رو ناجور نشون میده همین که فرد میفهمه که اون طرف مقابل داره میگه که من حتی در انتخاب لباسم هم, توجهی ندارم چه برسه به اینکه بخوام به پذیرایی که از شما دارم انجام میدم و توجه داشته باشم دوستان این نکته خیلی مهمه ما خیلی وقتها با زبان بدن داریم با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و لباس و آراستگی ما ناخداغا بخشی از زبان بدن ما رو تشکیل میده. پس اینکه خیلی برامون اهمیت داشته باشه در هر جا و هر پست و هر لول کاری که هستیم در اجتماع میتونه از ما فردی کاملا شکیل با شخصیت و با پرستیش بالایی رو بسازه خب لباس برای اینکه خیلی ما تو بیشترین تایم روزمون رو تو لباس های فرممون داریم میگذرونیم خب برای هم نگه داشتن و اینکه این لباس ها رو به خوبی استفاده کنیم و در قشنگترین ترین حالت ممکنش از اهمیت خیلی ویژه برخورداره همه اینها درست لباس مرتب تمیز من همینجوری دارم قدم به قدم میگم که ببینیم چقدر به هم دیگه مرتبطه شما یه لباس اتو کشیده مرتب هر موقع میخواهید خارج بشید از محل کار به جای اینکه آویزون کنید به چوب لباسی های تکی روی چوب لباسی های مسلسی شکل یا به اصطلاح چوب کار آویزون کنید که یقه لباس ها یقه کت شلوار اینها آسیب نبینه شلوار ها را رو از روی خط اتو آویزون کنید اینها همه اهمیت داره همه اینها به جای خود اما رعایت نظافت شخصی یک اصله در هر لول در هر جایگاه و هر جایی که هستیم همین شستشوی مرتب لباسها خدایی نکرده بوی عرق دادن لباسهایی که روی یقشون آثار چرک و چربی بدن روش مونده باشه یا گاهی اوقات شوره سر و یا اینکه باعث میشه که یه سری از لبه های یقه ها کسیف شده باشه آلوده شده باشه اینها رو باید توجه کنیم به خصوص نیروی خدمات که اصلا با مواد غذایی و پذیرایی افراد در ارتباط هستش خیلی مهمه که اینها رو واقعا مو به مو اجرا کنه و اهمیت بده موهای سر رو یه جوری نداشته باشیم که یا از پشت خیلی بلند باشه یا گاهی اوقات خیلی ها بدون اینکه آنکار کنم بدون اینکه مرتب باشه خیلی به هم ریختگی زیادی رو داشته باشه در یک کارمن یک نیروی خدمات یک نیروی تشریفات آراستگی موی سر به شدت به چشم میاد و خیلی هم قابل اهمیته اگر احیانا موهای شما از نوع موهایی هستش که شوره میزنه چون خیلی وقتا شوره ها روی شونه های شما یا روی لباس هایی که کت شلوار تیره هست میریزه و خیلی نمای بدی رو خواهد داشت به شدت مراقب این باشید که حالا با درمان کردن اون شوره سر باعث این نشید که ظاهر ناآراسته و زننده ای رو داشته باشید چون هر چقدر هم شما نظافت شخصی رو رعایت کرده باشید این صحنه به طرف مقابل گفتم به زبان بدن شما این رو نشون میده که من آدم ترتمیز و مرتبی نیستم و به شدت تاثیرگذار خواهد بود در روند کاری شما در مورد یقه لباس صحبت کردم گفتم بهترین حالت اینه که از یقه های استفاده کنید که صاف و آهاردار باشه و اتو کشیده باشه یقه های لباس بسیار اهمیت داره که زیر کت ها لیس خورده نباشه گاهی اوقات به خاطر عرق کردن گرد و غبار اینها آلوده میشه کثیف میشه چرک تاب میشه بهترین حالت ممکنه اینه که زود به زود شستشو داده بشه و اینها رو با موادی شوینده استفاده کنیم که دیرتر خراب میشه در مورد زیورالات حتما حتما اصلا از زیورالات زیادی استفاده کردن باید خودداری کنیم نهایت زیورالات یک کارمند یا یک نیرو اینه که یک حلقه یا یک انگشتر و یک ساعت داشته باشه بیشتر از اون دیگه حالت زنندگی خاص خودش رو داشته باشیم ادامه مطلب رو در ویدیوهای بعدی خواهیم داشت امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید و در ادامه بیشتر با هم دیگه در این خصوص صحبت کنیم. داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ در مورد اهمیت آراستگی ظاهری. خب، یکی از قسمتهای بسیار مهم و خاصی که در نیروی خدمات باید توجه بیجه بشه ناخونهای دسته گفتم شما وقتی یک فنجون چای یا لیوان آب یا هر چیزی رو دارید جلوی افراد قرار میدید بسیار مهمه که نظافت دستتون رو همراه داشته باشه گاهی انقدر نیروهای قدماتی بند خداها شروع میکنن با مواد شوینده دستشون رو شستن و حالا به هر حال باعث میشه به پوست دستشون آسیب برسه خیلی مراقبت کنید خیلی مراقب باشید با مواد شوینده ای که دارید استفاده می کنید حتما از دستکش حتما از کرم های خوبی استفاده کنید که دستان خوبی رو داشته باشید این دست ها حالا حالا ها باید برای شما کار کنه اما کوتاه نگه داشتن ناخون ها اینکه زیر ناخون ها کثیفی نباشه سیاهی نباشه بسیار مهمه و توجه ویژه‌ای رو میطلبه که داشته باشید یکی دیگه از چیزهای خیلی مهم مسواک زدن و سلامت دندان هاست شاید همه این بحثایی که داریم با هم دیگه صحبت کنیم کلا به همه موضوعات شخصی ما برمیگرده یک آدم اولین چیزی که باید خیلی براش اهمیت داشته باشه سلامت فیزیکی و جسمی شه سلامت ظاهری و زیباییشه. دندان ها یکی از چیزهایی هستش که کاملا شما در اولین ارتباطی که دارید مهمه و اهمیت پیدا میکنه. خندیدن شما با دندان های زیبا قشنگ تر میشه. صحبت کردن شما همینطور. پس این دندون های زیباتون رو خیلی تمیز مرتب اگر داره آسیب میبینه حتما حتما مراقبت کنید و سلامت دندان هاتون رو داشته باشید. اما دندون ها قشنگ درست ما قبول داریم نمیدونم چرا هنوز توی خیلی از موارد ما به این موضوع توجه نمی کنیم وقتی که داریم توی یک محیط عمومی کار میکنیم، از مواد غذایی که بودار هستند و بوهای زنندهی دارن استفاده کنیم و این خیلی مهمه که ما در این موضوع توجه داشته باشیم فرقی نمیکنه تو چه فضایی کار میکنیم و چه کاره هستیم اینکه شما از کنار یه فرد رد میشید یا دارید با فرد صحبت میکنید و خدای نکرده بوی دهان حالا یا به واسطه خرابی دندان ها یا به خاطر غذایی که استفاده کردید باعث آزار فرد مقابلتون بشه یه نکته خیلی قابل اهمیت همینجا بهتون بگم که شما هر چقدر هم زیبا سخن بگید متاسفانه این آیتم و این موضوع باعث میشه که اون ارتباطی که باید مخاطب با شما بگیره رو نگیره و خیلی اهمیت داره که شما حتما حتما در اینجور مواقع مراقبت داشته باشید حتی تست کنید حتی به نزدیکانتون این رو بپرسید که آیا دهان من بو میده؟ شاید خیلی وقت ما چون حس بویایی یه حسیه که کاملا باعث میشه ما بویاییمون بعد یه مدت به بوها حساسیتش رو از دست میده و عادت میکنیم خودمون متوجه ای این موضوع نشیم پس بهتره که این رو حتما بپرسیم و تست کنیم که خدای نکرده این مسئله باعث آزار دیگران نشه خب یکی از چیزهایی که باعث بوی بد دهان میشه استعمال دخانیات بهتری که اصلا استفاده نکنیم هم برای سلامت جسممون و هم سلامت دهان و دندانمون اما گاهی اوقات خب چه کنیم بعضی ها استفاده می کنند. اشکالی نداره اگر استفاده می کنید بلا فاصله بعد از استعمال دخانیات با کسی صحبت نکنید اولا که در هیچ فضایی بسته ای شما این کار رو انجام ندید و اگر هم دوخانیاتی رو استفاده کردید و سیگار کشید حتما سعی کنید بعدش با خوشبو کننده هایی که وجود داره حالا یا شکلات ها یا آدامس ها یا مسواک زدن اون بو رو رفع کنید که باعث آزار دیگران نشه این هم یکی از اصول و اصلی بودن مواردی هستش که در آراستگی شما و نظافت شخصی شما تاثیر گذاره